یک سایتی هست مثل سایت های خبری دیگه، مثل بی بی سی، سی این این، ای بی سی نیوز، نمیدونم فاکس نیوز، یه سایت انگلیسی هست به نام رویترز. رویترز از قدیمی های در واقع خبره، حالا آنلاین هم شده خیلی مجلسی، تو ایران هم دفتر داره، با ایران هم رابطش خوب بوده همیشه. اینجا وقتی وارد سایت رویترز میشید تقریبا تمام زبان‌های اصلی رو داره. حالا ما میریم روی مثلا انگلیسش. سایت رویترز، این کوکیاش هم اکسپ کنیم که علایق ما رو ثبت کنه. عرضم به خدمتتون که سایت رویترز خیلی سایت جالبی داره، من بحثی توش ندارم، مثل همه سایت های خبری، اما یک قسمت خیلی باحال داره و اونم قسمت در واقع عکسه. قسمت ویدیو هم داره ولی عکسش از همه جالب تره. اگر شما برید قسمت پیکچرز، رویترز عکاسای خیلی زیادی در جهان داره و اینا در واقع براش عکس میفرستن. عکساش خیلی بزرگ و با کیفیته، خیلی خاصه، خیلی هم رو کپی رایتش حساسه، نمیتونید هر جای استفاده کنید، حتی تو ایران هم حالتون رو میگیره چون دفتر داره. اما اگر قسمت فوتوگرافرز رو بزنید میتونید تمام عکاساش رو در سراسر کره زمین ببینید. اینا کارمنداشن، اینا میرن توی شهرهای مختلف و عکاسی میکنن. تازه حروف الف باست الان رو ایم، همینجوری میره تا باییم. واقعا تعداد عکاساش خیلی زیاده، برای همین شکاری که میکنه از درآمد، یعنی پول خیلی زیادی هم میده و عکساش سورس سایت های خبری دیگه است. بی بی سی میخواد عکس استفاده کنه از این میگیره چون خیلی گسترده است. مثلا اگر شما ایران رو بزنید میبینید که آقای مرتضی نیکو بزل هم عکاس ایرانیه که مثلا رفته لبنان و عکاسی کرده. حالا چرا آوردمتون اینجا؟ برگردم به قسمت پیکچرز. یه قسمتی داره این پیکچرز، مثلا شما اینجا را نگاه کنید میتونید استوری ها رو ببینید. استوری چیه؟ عکاس ها میرن در شهرهای مختلف، کشورهای مختلف، حالا همه چی. ببین مثلا این چه میدونم مراسم توی عربستان در مورد کنفرانس اقتصادی، این یکی در مورد انتخابات آمریکاست، ورزش، جنگ، همه چی. عکاسا میرن و استوری در واقع می نویسن. این استوری ها خیلی جذابه، یعنی عکس میگیرن بعد چیزی که دیدن و بالای عکس می نویسن مشاهداتشون. یه خوردن با وصف های چی بهش میگن، شاعرانه. اینجا تو سرچش هم من میتونم بزنم استوریز، ببینم میاره پیکچر استوریز. بله، و خیلی جالبه این قصه برای کسایی که عاشق خوندن مطالب زنده روز دنیا و بعد هم اونا رو پیگیری کنن. مثلا این مربوط هست به یک ماجره، یک چند تا سگ که تو آمریکا گیر افتادن، یا مثلا چه میدونم خیلی جا همه چی داره، یعنی مثلا خانواده، نمیدونم مثلا این عمود فیلمه، نمیدونم انتخابات، کشدار، بدبختی و اینم بگم، و خیلی چیزا توش میبینید که اصلا در حد خبر دست اوله، اصلا کسی ندیده. حالا من یکیشو انتخاب کردم، یعنی مثلا چونم فرض کن اینو اگه انتخاب کنی اینجوری روش، حالا مثلا یکی دیگه بیاریم که بیاریم داری هیجانی تره، مثلا این هواپیمای اخیر اندونزی که افتاد سری اومد، مثلا خانوم مگان هنرپیشه
هالیوود که حالا دیگه شده خانوم ملک، خانوم شاهزاده، اومده کشور ما. اینجا عکسشو گذاشتن، میتونین عکسشو ببینین. حالا من یکی از اینا رو میخوام برشون بخونم و ببینید چقدر قصه شده. مثلا بریم همین، ببینم از این طریق رو میتونم. آها استوریز، ببین تو قسمت فوتوگرافرز که میری استوری های همه فوتوگرافر ها رو میاره، شما اینجا انتخاب کنید. حالا من مثلا ببین، پراید خودمون، سمند خودمون در دمشق، آقای مارکو دیجریکا رفته دمشق. ببین سمند ماست، اینم پراید ماست و عکس گرفته از دمشق. بله زن رو به کوب در بار. پرچم روسیه داره، نماز میخونه، همه چی داره. عجیب غریب شد سرنوشت این کشور. اوکی حالا ما سراغ یه چیزایی نریم که فردا سر به تنمون نباشه دیگه. اوکی ستوریز، بریم سراغ مثلا چی؟ آها نجات چند سگ توی آب. ببین جاناتان دریک خبرنگاری کرده، اینو عکس گرفته از نجات سگا از داخل اون قفس در یه طوفانی چیزی. حالا ببینیم قصه چی بوده. خبرنگارا این قصه رو به صورت وصف می‌نویسن و خیلی جذابه. ببین 3 days after hurricane Florence made landfall in North Carolina. دقت کنید. حالا من برای چی آوردمتون توی این ماجرای اینجا؟ یکی اینکه خب لذت بخشه مثلا یه خبری رو آدم بتونه در آن واحد که همه دارن میخونن بخونه، خودش یه جذابیتی داره. دو، نحوه نوشتن یه خود آشنا بشید. اگر یک فارسی زبان، حالا ایرانی، افغانی، تاجیک، کلا فارسی ها بشینن اینو بخونن، اشتباهشون اینه که در اون اول کار دقت نمی کنن که کاما و نقطه چقدر مهمه در زبان انگلیسی و جایگاه جمله رو از نظر اینکه آیا پایه است، پیرو، خبر، سوالیه تعیین می‌کنه. ببین من اینجا یه مترجم دارم که اگر این انتخاب کنم، چند لحظه صبر کنم برام ترجمه می‌کنه. سه روز پس از آن که طوفان فلورانس در شمال کالیفرنیا فرود آمد. خب سه روز بعد از آنکه، این آنکر خودم اضافه کردم، هاریکن فلورنس میید لندفال این نورث کارولینا، فرود اومد در شمال کالیفرنیا، کارولینا. ببین این کاماس که میگه اون سه روز بعد از آنکر و اون آنکش رو اضافه کن، چون این جمله پایه اون جمله اصلی است که این باشه. یه خوردم البته تو ترجمه گوگل ضعیفه ولی اوکی. پس نکته این تیپ خوندن ها اینه که این کاما به ما میگه این رو به این صورت بخون که شنونده منتظر قسمت بعدیش باشه. اگه بگی سه روز بعد از طوفانه، این میشه طوفان، هاریکین میشه طوفان. ببین هاریکین
سه روز بعد از طوفان فلورنس made landfall in North Carolina. مثلا ساخته شد landfall فرود آمده، اصلا جمله جور نمیشه. این رو به دلیل این کاما باید به صورت پیرو بخونی. سه روز بعد از آن که طوفان هاریکین اومد توی شمال کارولینا، حالا شنونده منتظر باقی جمله است، من بودم در حال مستند کردن بلا 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 و بعد عکس میاد. خیلی جذابه. بعد از اینکه خوندین میتونید شیر کنید، میتونید توییت کنید، میتونید ایمیل کنید، میتونید امبد کنید، میتونید سابسکرایب کنید روی ایمیلتون و براتون خبرهای جدید بیاد. ولی در کل خیلی سعی کنید خودتون رو با مسئله روز دنیا جلو ببرید. جذابه. بهتر از اینه که چرت و پرت و نمیدونم چیزای مندرآوردی نگاه کنید روی فضای مجازی، حالا چه اینستاگرام چه فیسبوک چه سایت هایی. سعی کنید چیزهای جدید دنیا رو، چیزهای زنده دنیا رو با واقعیت ها خیلی دیل کنید. این ضعف ایرانی هاست مخصوصا و البته اکثر کشورهای خاورمیانه. سعی میکنم زیاد با واقعیت ور نرن، چون واقعیت براشون خیلی تلخه، خیلی غیر قابل هضم، خیلی جدیه. ای میان خودشون لابلای بازی‌های دیگران جا میدن که اون بازی واقعا بازیه. واقعیت مثلا اینه که هنوز هیچ کس مثلا میگم رو آب را نرفته. ولی اگه یه ویدیو یا عکس بیاد یکی داره رو آب را میره، مثلا رو استخر داره را میره، همه برام شیر میکنن. یه سری چیز واقعیت. یا مثلا هزار سال یه بار شاید یه بچه مثلا از طبقه دهم بیفته هیچیش نشه، هزار سال. حالا اگه یک بار یکی افتاده هیچیش نشده، همه ایرانی ها یا کلا میدل ایستی ها میفتن دنبال اون خبر. اشتباهه. هر بچه از طبقه دهم افتاد میمیره، شما شک نکن. واقعیت ها توی سایت های خبری باید باش دیل کنی. با این حال هرکی صلاح زندگی خود شده، شاید یکی دوست داره همش تو قصه های من در آوردی باشه. anyway ببین مهاجرات تو مکزیک دارن میان به سمت آمریکا. مراقب خودتون باشید. گفتم یک گریزی بزنیم سایت رویترز و قسمت پیکچرز استوریش خوده جذابه. من زیاد ورق نزدم چون تصاویری داره که باید شخصی ببینی، تصاویر خیلی لختی پختی یا خبرهای خیلی خشن مرگ و خشونت یا مثلا مسائل سیاسی داره که مثلا آدم شوکه میشه، فکر نمی کرده اون تیوش. این رو باید شخصی ببینید. من زیاد توی فضای ویدیو نمیتونم براتون ورق بزنم. برید ببینید، جذابه. و نهایتا ما